یادت نره چی گفتم. کار مشکلی نیست، در واپس نباش. برو برو دیگه. من احتیاج دارم. حالا برو کارتو انجام بده، شب میام سراغ. گفتم من احتیاج دارم، چرا نمیخوای بفهم؟ من نراحتم. خلفم تو که میدونی هرچی از من بخوای من بهت میدم، از حق خودم هم میگذرم، ولی یادت باشه که من همه جا مراقبتم. بهتره دور اون خیت بکشی به نفته. دختر منم تو رو دوست دارم بیشتر از هر کسی که فکر کنی. دختر سر ساعت 5 نیم منتظرته، اول پول رو ازش بگیر. یادت نره بعدم برو سر کلاس، منم میام اونجا. چند وقت دیگه خوشحال نیستی؟ نه چیزی نیست، تو تریا میکم دلم درد گرفته بود. خیلی دوست دارم رویا. خب منم دوست دارم، به خدا اگه دروغ بگم. وقتی دست تو دستم میگیرم انگار خدا دنیا رو بهم میده. ما باید هر چه زودتر عروسی کنیم. من که از خدا میخوام بهمن. تو خودت خوب میدونی که من دلم میخواد همیشه پیش تو باشم. همه چی درست میشه. دلم میخواد برات یه دختر کاکل زری بیارم. مثل خودت چشم درشت و خوشگل. من عاشق چشمایی قشنگتم. اسم اونم میذاریم رویا. تو خیلی خوبی بهمن. همه چیزت خوب و نازنینی. حرف زدنیت، راه رفتنیت، چشما، دستا. خیلی خوب، خیلی خوب. قبول کردم. بیشتر از این ازم تعریف نکن. فردا میبینمت.
کجا؟ تو که گفتی امروز کاری نداری، منم به خاطر تو شرکت نرفتم. راستش خودم رفت بهت بگم باید برم کلاس. آه تو گفتی امشب کلاس نمیدی. آره ولی دوستم شب میاد اونجا سراغم. اوه ولی تو شب خیلی وقت داری. نه دیگه باید برم کار دارم، دلم نمیخواد ازت جدا بشم ولی مجبورم. منم آخر وقت میام اونجا. نه نه دلم نمیخواد تو بیای اونجا. مگه چه اشکالی داره؟ آخه خجالت میکشم. اتوبوس داره میره، فردا میبینمت. تو هم خیلی خودت هست. گوش کن رویا، من شب میام اونجا. سلام. چرا سر ساعت نرفتی؟ حالا پیشی بودیم. به من دروغ نگو، حالا پیشی کی بودیم؟ خیلی خود بده. کجا؟ بیا بده. میخواستم ازتون یه سوالی بکنم. سوال؟ بله. چه سوالی؟ مربوط به خانومیه، اینجا درس میخونه. کی؟ میدونین این موضوع برام خیلی مهمه، ازتون خواهش میکنم. آره آقا فردا بیا از مسئولینش بپرس. آقا من فردا نمیتونم، گرفتارم. یالله مثل این که حرف حساب سرت نمیشه. گفتم فردا بیا از مسئولینش بپرس. آقا من به کمک شما احتیاج دارم. خیلی خب کیه؟ یه دختر اسمش رویاست. خب من حقیقتش اینه که میخوام باهاش ازدواج کنم. امان از دست شما جوونا، مگه خوشی آزارت میده؟ گفتی اسمش چی بود؟ رویا. همونی که موهای بلند و چشمای درشتی داره. بله بله خودش. میخوای باهاش عروسی کنی؟ آره میخوام. ولی یه چند دقیقه پیش اونو به یه جوانی دیدم، قد بلندی داشت. احمد؟ اون کیه؟ کجای کاری جوان؟ گوش کن، من نمیخوام خدای نکرده باعث بدبختی تو یا اون دختر بیچاره بشم، اما حقیقتش بخوای اون جوانی که تو دیدی آدم خوبی نیست. سیگار داری؟ نه نه متاسفانه من سیگاری نیستم. پا چی داری؟ خلاصه راحتت کنم، احمد رو از اینجا انداختن بیرون. برای چی؟ به خاطر که صفت کاریش. آخه خاک بر سر معتاده. شنفتم که با هروئین فروشان. بله بدبخت بیچاره باباش به خاطر حفظ آبروش چه کارایی که نکرد، کلی خرجش کرد، بیمارستان خوابوندش، بالاخره ترکش داد. بعدم اومدش اینجا با خواهش و تمنا دوباره اسمش نمیش. اما نه به این سادگی ها، خودم شاهد بودم چه موسموسی میکرد، چه پارتی مارتی هایی تراشی. تازه بعد از این کار ازش تعهد گرفتم. ولی میدونی پسره یه خر دو هفته نشد که باز شروع کرد. اون وقت انداختنش بیرون و گفتن برو لا دست اونا. سیگار داری؟ نه ولی اینا چه ربطی به رویا داره؟ آدم اینجا چیزایی میشنفی که حتی تعجب شاخ در میاد. سیگارم که نداری. میدونی بدبختی منم اینه که گوشام تیزه. والله چی بگم گناش با اونایی که میگن. شنفتم دختر بیچاره رو معتاد کرده. رویا رو؟ بله هروئینی سفت و سخت. من راستشو بهت گفتم، حالا دیگه خود دانی. اجازه هست؟ بفرمایید. جناب رئیس تمام میشه چک کردم درست بود. خیلی خوب رئیس حسابداری اومده؟ ایشون هنوز تشریف نیاوردن، فکر میکنم یکی دو روز دیگه مرخصیشون تموم بشه. بسیار خوب اینو بدید کارپردازی، بعدم بیاریدش اینجا. راستی ببینم خانم کار اون جوونک چطوره. بهمن؟ بله بله. آقای میلاد میفرمایید؟ بله دیگه. چه عرض کنم قربان شما که در انتخابتون اشتباه نمیکنی، ولی خب کار پرمسئولیتی رو بهشون محول کردی.
به خصوص که رئیس حسابداری مرخصی و چند روز تنهاش گذاشته. خب شاید این شغل براش میدونی باشه. فکر نمی کنین که این کار حس حسادت کارمندای دیگر رو تحریک کنه؟ خیلی ها بودن که دلشون میخواست جانشین رئیس صندوق بشن. اون جوون بالیاقتیه، شما چه حساسیتی نسبت به اون دارید؟ ببخشید قربان، ولی دیگران دلیل سسدی این شغل دوستی شما با پدر آقای میلاد میدونن. نه 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 اصلا، اون جوون لیاقت این کارو داره. برید خانم، برید پی کارتون. بفرمایید. الو، سلام، قربون تو برم الهی. سلام. دلم برات یه ذره شده بود. چیه، چرا اخمات تو هم کردی؟ چرا اینقدر ساکتی؟ پرسیدم چی شده؟ تو که میدونی من چقدر دوست دارم. تو هم میدونی که من فقط تو این دنیا تو رو دارم. نه، مثل این که به غیر از من کسی دیگه هم تو زندگیت هست. تو راجع به پدرم هم به من حسودی میکنی. تو میدونی من چی میگم. به من دروغ نگو. بهمن، به خدا دوست دارم. این چه حرفیه که تو میزنی؟ منم دوست دارم رویا. واسه همین هم هست که نمیدونم چجوری بهت بگم، ولی من همه چیزو میدونم. چی رو میدونی؟ اعتیادتو رابطه تو با اون پسرک. بعد دقیقه بهش گفتم داره این پسر رو خود بکش، ولی مثل اینکه فایده ای نداره. رویا سر کن ببین چی میگم. زندگی تو زندگی اشتباه زیاد میکنه. من حاضرم همه جور کمک کنم، بهت قول میدم. من که نمیتونم تو رو از دست بدم. خودم من با اون هیچ رابطه ای ندارم. فقط به خاطر احتیاجم باهاش حرف میزنم. ناراحت نباش، من قبول دارم، بهت قول میدم همه جور کمک کنم، اما شرطی که تو هم دیگه سراغم نری. من به کمک تو احتیاج دارم. بهم کمک کن، من نجات بده. نگاهشون کن چه عشق و حالی میکنن. حالا کاری میکنم دیگه لیلی مجنونشون نشناسه. میگن دکتر خوبیه، میبرم ات پیشون. بهشون میگم. خواهش میکنم، خدافظ.
احمد خان. بله. مثل اینکه کار خیلی مشغولتون کرده. میدونی دو روز پیش تو اتاق رئیس صحبت شما بود. از شما میپرسه. تو اونجایی که تو میستم ازتون تعریف کردم. راجع به این دو روز غیبتتونم یه کاری کردم سر و صداشون در نیومد. شناختن آدم ها اونطور که همه فکر میکنن کار چندان مشکلی نیست. منظورتون رو درست نمیفهمم. شما تازگی خیلی گرفته این. اغلب تو فکرین بارها شده که من چندی بار صداتون کردم ولی متوجه نشدی اتفاق افتاد. نه خب خودتون که گفتین شاید دلیلش کار زیاده. ممکنه. سلام بهمن جان. سلام. کاری کردی نه؟ نه به هر دری زدم نشد. یعنی چی؟ باور کن بهمن هر کجایی که میدونستم رفتم. بر کس و نوع کسی که فکر میکردم یه درصد امیدی هست رو انداختم. ولی همشون وقتی فهمیدن مبلغ زیاده بهونه آوردن. اونم بهونه‌ای که باور کن من از شنیدنش خجالت میکشم. آره میدونم. وقتی خواهر آدم با اون همه ثروت و موقعیت موقعی گرفتاری وعده یه سر خرمن بده از دیگران چه توقعی میشه داشت؟ همه چی درست میشه فکرشو نکن. میدونم که تو اونو دوستش داری ولی اینم یادت باشه که تو مردی. خیلی بیشتر از اینا باید تحمل داشته باشی. همه چی درست میشه. ایشالله تو همین که دنهای بساط عروسی رو راه میندازیم. من به کمک تو احتیاج دارم. بهم کمک کن. بهت قول میدم بهت قول میدم. خب دیگه فکرشو نکن. بهمن با تو هم کجای کاری؟ من باید برم به کار آجی برسم. شب میبینم ات. اینقدرم بی خودی فکر نکن. نه امشب نه. میمونه که دو روزه یه باشه دیجیم شدم. کارم همه مونده. باشه برای من خونم. بیام زنگ بزن. امید؟ چه؟ من به این پول احتیاج دارم. میفهم. قربون تو. گفتی چقدر میخوای؟ 30,000 تومان. 30,000 تومان؟ ببین بهمن جون تو برادرمی. من باید به تو کمک کنم. به تو کمک نکنم به کی کمک کنم؟ اما... اما چی؟ فعلا دستم خالیه. 30,000 تومانشو بهت میدم. باقیش هم 5-6 ماه دیگه یه فکری واسش میکنم. من الان به این پول احتیاج دارم. واسه همینم از تهران اومدم شیراز. نمیتونی باقیش از بابا بگیری؟ تو اونو نمیشناسی؟ چی بگم بهمن جون؟ منم ندارم. ببخشین بهمن خان فکر کردم تشریف بردی. مزاحم که نشدم؟ نه دیگه داشتم میرفت. شما خیلی کار میکنید برای سلامتیتون خوب نیست. خب چهره چی؟ دنیا ارزش این همه زحمت رو نداره قربونت برم. همین چند روز پیش بود که برادرزادم توی تصادف مرد. جوون بود؟ اونم چه جوونی. همه رو داغدار کرد. داغدار. خب کی میدونه که یه ساعت دیگه چی میشه؟ تفلک اینقدر زحمت کشید تا درسشو تموم کرد. اومد دختر منم شیر میخورد. ولی خب یه دفعه همه چی تموم شد. خدا بیامرزدش. به تسلیت میگم. دنیا به پیغمبر خدا وفا نکرد. به ما چه دیگه؟ راستی یه چایی میخوریم براتون میارم؟ نه متشکرم. دیگه باید برم. از با اجازتون برم اتاقای دیگر رو تمیز کنم. زنی رو دوست نداشتی. ۳۵,۰۰۰ تومان بزن.
چیکار کنم که رهان میده. بله هرمونه سفت و سفت. اگه بچه من پسر شد اسمشو باید بذاریم بهمن. نه فقط اگه دختر شد اسمشو بذاریم بهمن. نه وجود تو به زندگی من معنی و مفهوم مبازه باشم فردمون نکنی. نماز میخوندم شنیدم رفتی سر کار. بله خوبه. بابات چطوره؟ حتما تو مدت این 6 ماه که مادر مرحومت فوت کرده خیلی سختی کشیده. همچین خیلی هم نه داماد شده. بابا رو رو برم حمید. یکی نیست به این مرد مؤمن بگه آخه مرد مؤمن توی همچی سن و سالی به فکر آخرت باش، به فکر شب اول قبرت باش. از حمید خدایا ما رو از شر شیطون حرام. سلام بجات. سلام کجا بودی؟ شرکت تالا. آره داشتم کار میکنم. خب چه خبره؟ یه خبر خوش برات دارم. یه بابایی رو بهش تلفن زدم قول داد تا یه ماه دیگه پولو برات فراهم کنه. دیگه احتیاجی نداره. پولی رو که میخواستم گیر آورده. از کی گرفتی؟ از کسی نگرفتم. پس از کجا آوردی؟ نکنه تو گفتی تالا تو شرکت بودی؟ آره من چی کار میتونستم بکنم؟ به هر دری زدن، به قول خودت به هزار کس و ناکس رو انداختم. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ من به این پول احتیاج داشتم. خب همه این حرفا قبول، ولی هیچ میدونی اگه شرکت موضوع رو بفهمه چه آبروریزی میشه؟ دیوونگی نکن، صبح بر بذار سر جاش. نمیتونم. چرت نگو، من هر طوری شده تا یه ماه دیگه این پولو برات فراهم میکنم. نه نمیتونم، اون از دستم میره، بهش قول دادم. آخه قربونت برم، گری که با دست با میشه چرا میخوای با دندون بازش کنی؟ ای بابا این موضوع اینقدر هم ساده نیست که تو فکر میکنی. فردا آبرو رو حسابت میره گرفتار میشی. هر چی میخواد بشه بشه، تو چرا این حرفو میزنی؟ تو که وضع منو میدونی. آخه چجوری بهت بگم، به خدا اینا ارزش فداکاری ندارن. خلاص دیگه میدونی؟ دلم میسوزه تو بعد از اون همه زحمت و بیکاری تازه یک کار خوب گیر آوردی. چرا لغت به شانست میزنی؟ تمام زحمت هایی که کشیدی داره از بین میره. آخه به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر دختر هروینی؟ ارزشش رو داره، بیشتر از اینا ارزش داره. هر چی هست و هر چی هست من دوستش دارم، دوستش دارم و باید از این وضع نجاتش بدم. اون به کمک من احتیاج داره. اگه لازم باشه جون من براش میده. نمیخوای بگی بالاخره پول از کجا آوردی؟ تو هم نمیخوای بگی تو این چند روزه که میری بیمارستان به پدرت چی میگی؟ فکر اونو نکن، اون چند روزه که رفتم شمال اتفاقی افتاد. به هم نگو پول از کی گرفتی؟ ها؟ از خدا گرفت. شوخی نکن، جدی میگم. مهم اینه که ما خوش وقت. نمیخوای بگی؟ خیلی خوب بهت میگه دوست دیدن.
تو دیوونی دوست دارم، به خدا دوست دارم. منم دوست دارم. پس میریم بیمارستان، یادت نره. باشه. بر بفرمایید جناب رئیس، من با این دوتا چشای کور شدم دیدم. با حضرت عباس قسم اگه بخوام دروغ بگم، آخه بنده که نظری ندارم قربانی، ایشون آخرین نفر بوده. بگید رئیس حسابداری بیاد اینجا، ضمناً ترتیبی هم بدید که پدر میلاد بیاد پیش من. بسیار خوب. اومدش میدونی پول رو از کی گرفتم؟ این همون کسیه که پول رو به هم قرد. چخا نکن، چخا نکن، دروغ میگه خانم. چرا وایستدیم؟ بری. خب خانم، از اتاقتون که راضی هستیم؟ آقای دکتر؟ بله جانم. ببخشید، مالجر از کی شروع میکنیم؟ از چند دقیقه دیگه. یعنی حالا ما باید بریم؟ بله، مریض باید تنها باشه. حمید خان، من و شما هم چند دقیقه اینا رو تنها میدیم. بله. من بیرون وایستدم. باشه. تا چند لحظه دیگه برمیگم. بگیر وسایل لازم رو براشون فراهم کنم. آقای دکتر طیبی رو بخش جراحی. نه حتما باش. حالت خوب میشه. دلم میخواد همیشه تو پیشم باشی. خیلی خوب، من هر روز میام پیشت، هر روز، هر روز بهت قول میدم. وقتی هم که خوب شدی از اینجا یه راست میبرمت محضر. باشه باشه. آقای احمد احمدپور به حسابداری لطفا. میبینی داره بیرونم میکنه. بریم که بیشتر از این نباید اینجا باشه. چایی برای تو بردم. متشکرم. خیلی دوستش داری؟ آره. خوش به حالش. بهمن، من و پدر 48 روزه که ازدواج کردیم، اما خوابه، همیشه خوابه، توجهی به من نداره. یعنی چجوری بگم، خجالت میکشم. یعنی نمیتونه، نمیخواد بفهمه که من جوونم و باید جوونی کنم. خب اینم شانس من بود که پدر و مادرم از رو بیچارگی منو به پدرتون شوهر دادن. ولی من آدمی مثل تو رو میخوام. برو از اینجا. ببین من کسافت برو، بیرون پاک شو، برو پاک شو. لا الا الله، من که باورم نمیشه. پسر اینا چه میگن؟ صحت داره؟ جواب بده، بگو که دروغه، بگو که آبروی پدر پیرتو نمیبری، بگو که چند سال زحمت من بی نتیجه نبوده. به اینا بگو که تو دوست نیستی. بگو که پسر من نمیتونه دوست باشه. ده حرف بزن، بی همه چیز حرف بزن. بگو که دروغه. پنجاه سال با آبرو زندگی کردم، 50 سال تو این شهر سرم و بالا نگه داشتم. ببین چجوری حیثیتم به باد رفت، چجوری با خاک سیاه یک سونم کرد. برو که امیدوارم به حق قسمت زهرا روز خوش نبینی. برو بهمن، برو که الهی لا اله الا الله.
قبول هستند. شما نمیدونین که من چقدر واسه این زحمت کشیدم. بابا چیز مهمی نیست آقا. میشه یه جوری درستش کرد. نه. من این ناجنس طول سگو بهت معرفی کردم. لا اله الا الله. میخواستم که این آدم بشه. خواستم واسه خودش کسی بشه. خواستم دیگه دستش جلوی من دراز نکنه. اما نمیدونستم که دستش به بال مردم دراز میشه. ابوالحسن خان، ازت خواهش میکنم، ازت تمنا دارم اینو تحویل زندون بده. این پسر باید آدم بشه. بسیار خوب، اخراجه. نه آقا، نه ابوالحسن خان، این چه فرمایشه میفرمایی؟ دزده، حتی اگه پسر من باشه. این بیقابلیت باید پاشو بخوره، باید تنبیه بشه، تحویلش بدید. اون دیگه بچه من نیست. ببین آخر عمری چه به روزم آوردی، توف با اون رود بیا. خب دیگه بهتره وقت طرف نکنیم. شما چه شکایت خودتونه کردیم؟ ایشون از نظر پلیس دزده. ببرینش. یه آدرسی، یه نامی، یه خبری باید ازش باشه. حتما یه کاری غیر منتظری براش پیش اومده. برای همینم ازش خبر ندارم. ولی همین امروز فرداست که پیداش بشه. من نمیتونم قبول کنم. حتما منو به کلی فراموش کرد. این چه حرفی میزنی؟ این کارو بکن. هر طور شده. بهمن جان، من این چشمرم بازی کردم. بهش بگو برای یه موضوع خیلی فوری رفته شیراز برای خواهرش. اصلا نمیخوام بفهمی که من اینجا. اتفاقا من فکر میکنم باید جرمنو بفهمم. اینطوری خیلی بهتره. امروزی که شیراز رفتن رو برداشتن کاری نداری. وقتی بون بگیم تو الان کجایی میفهمی که واسش فداکاری کردی. میخوای یه سر خودت وا کنی؟ ای بابا عجب کچ خیال شدی. بعضی تحبس اشتباه میکنی. من فقط میخوا تو رو ببینم. من هیچ کن روی دروغ بود تحبیه شدم. دیگه باور نمی کنم. فقط میخوا تو رو ببینم. خب منم میخوام ببینمش. ولی دلم نمیخواد اون من اینجا ببینم. اون مسلما ناراحت میشه که من زندان افتادم. شاید این براش ناراحتی روحی بیاره. من نمیخوام اون ناراحت بشه. با که باز تو فکر رویایی دربندش نباش. خوش باز جبون رفت آنکه رفت. آمد آنکه آمد. حرفش نکن خیره به جهان گرفتن کام بگی. به عشق به فکر میکنی اون دیگه رفته. شنیدا خیلی دوستش داشتیم. توبه کرده. توبه گرگ مرگه. میبینی میدونم کجاست. برمیگرده پیش خودم. حالا میبینی. ولش کن بابا بیچاره رو. دیگه بذار بره تفلان از اون کنم. فکر نکن دنیا ارزشی نداره. ما مثل تو گرفتاریم.
گرفتاری تو هم مثل من مربوط بزنه ایشالا درست میشه، اما هیچ وقت به زن جماعت اطمینان نکنه. آره راست میگی، چه میشه کرد، دنیاست دیگه. اما مال من فرق میکنه، من با اون زن اطمینان دارم. خب درسته، حق با شماست، همه که یکی نمیشه. ایشالا به پای هم پیش. اون از جون دل منو دوست داره. منم دوست دارم. تو چی خواستی که من بهت ندادم؟ چی کار خواستی که واسط نکردم؟ از من چه بدی دیدی؟ مگه من با اون چه فرقی دارم؟ واسه چی خودتو زندونی کردی؟ بیا برم پیش خودم زندگی کن. ولم کن. تو داری خودتو گول میزنی دختر. اون دیگه مهار پیش تو برگرده. رفت که رفت. فکر نکن با این دروغات میتونی اونو از چشم من بندازی. من هیچ وقت دروغ نمیگم. این حقیقتیه که خودت هم میدونی. بگی. بگیر. بگیر دیگه. نه. واسه اعصابت خوبه. بگی. دو سه روز دیگه مرخص میشه. خودم میام میبرم. چی بگم؟ من نمیدونم چی کار بگم. چرا نذاشتی از روز اول همه چیزو بهش بگم؟ والله اون باور نمیکنه. واسه اعصابت خوبه. بگی. دو سه روز دیگه مرخص میشه خودم میام میبرم. چی بگم؟ من نمیدونم چی کار بگم. چرا نذاشتی از روز اول همه چیزو بهش بگم؟ والله اون باور نمیکنه. من هر چی میگم میگه دروغ میگه. خب حقم داره. یه جوری رازیش. یه چیزی بهش بگو. چی دیگه بهش بگم؟ چقدر دروغ؟ گفتم از طرف شرکت رفته آبادان. میگه کجا کار میکنه؟ آدرسش کجاست؟ حقیقتش اون فکر میکنه تو ولش کردی. برای همینم هم خیلی ناراحته. این حرفا چیه؟ تو که میدونی اون واسه من همه چیزه. اینجا همین یه فکر و ذکرم اونه. حالا میگی چیکار کنم؟ اون حالش دیگه خوب شده. همین روز از بیمارستان مرخص میشه میره. کجا؟ میگفت میره مشهد پیش عموش. هر طوری شده نظر بره. آخه چطوری؟ به خدا دیگه کاری از دست من ساخته نیست. اصلا حرفای منو قبول نداره. بذار برم حقیقتو بهش بگم. خب چه اشکالی داره؟ از روز اولم اشتباه کردیم که بهش نگفتی. باش. حالا که کار به اینجا کشیده بهش بگو. ولی یه طوری بگو که ناراحت نشه. خیلی خوب. از اون جهت خیالت راحت بشه. آخه چرا وسوسه‌ام می‌کنی؟ من دیگه دلم نمیخواد برگردم به اون راه. هر چی بخوای بهت میدم. بیا. من رفتم، میخواستم همه چیزو بهش بگم ولی... ولی چی؟ راستش موفق نشدم. دیگه تو نمیفهمم. اون رفته. کجا رفته؟ دیدی که نرفتی؟ گوش کن، من به کی قسم بخورم که تو باور کنی؟ به اربای خاک مادرت، به حضرت عباس رفتم بیمارستان. بعدم رفتم خونهشون، اما دیر شده بود. برای کجا رفتی؟ رفتم مشهد پیش عنوش. ناراحت نباش، تو هم که به همین زودی از زندون مرخص میشی. اون وقت میری سراغش. یه نامه هم وسط گذاشته بود، همسایه‌شون بهم داد. میرمش به مسئول زندون، برو ازش بگیر. خودت میدونی که الان اجازه ندارم بهت بدم. خداحافظ. خداحافظ. بخمن عزوزم، امروز در تیره ترین روز زندگیم تمی شکست در یک عشق برشکوه رو چشید. وای برم. وای بر این دل که در این زمان پرفساد در استانه میری از امید به خاطر یک عشق پاک سوخت و خاکستر شد. و تو چه آسان کوله بار سنگین جدایی را بر دوش خسته ام نهادی و دیدگان منتظر رو به در دوخته ام را از اشک غم پر کردی. اگر صدای دلنشین تو مانند بوی گلی که در گلدان مدتی بماند در ذهنم تنی نداشت، باور میکردم که تمامی گذشته من تو خوابی بیش نبوده و به راستی که مانند خوابی زود گذر و ناپایدار بود. من وجودم رو در وجودت باز یافت. عشقت گرمای تن و محبتت آینه زندگی دوباره من بود. تو در راه عشق من رنجهای بسیار
با سختی های فراوان بده. ولی افسوس که در آمدن آخر به این عشق پشت پا زده. امروز قبول میکنم که روزگار سرمستی من و تو سراب ریش نبوده. من چه باید بگم؟ آیا خود را به دست سرنوشت بسپارم و دنیا را از ننگ و رسوایی پر کنم؟ هر پرنده روزی به آشیونش برمیگرده. رویا برگشت، دم همگی گرم که برگشت، هم نفس هم دود برگشت، جمعمون جمع، دودمون برقرار. یه سیگاره دیگه بار بذار که کفتر فراری به لوله برگرد. Thank you.
فقط چطور بود؟ ببخشید. بردا خود. بفهمید. سلام حمید جون. سلام حمید جون. قربونت برم. خیلی خوشحالم که دیدم. کی مرخص شدی؟ همین چند ساعت پیش تو خوبی؟ قربونت. آجی چطوره مادر؟ خوبم. یه بیستوزی که رفتن شما. خوش به حالت شما. خب میبینی که هیچی تغییر نکرده. بیا جون. این مایی که تغییر میکنیم پسر. خوشحالم که میگی. شاید باور نکنی ولی خدا میدونه که چقدر خوشحال شدم. به خصوص که مدتی بود ندیده بودمت. خیلی عذر میخوام که نتونستم بیام سراغت. آخه حاجی کارش سپرده به من. خب تو که میتونی این بابای ما چه جور آدمیه؟ بگی بشین. بیا بزن. بیا. من که مشروب خور نیستم پسر. آخه بگی بخور. آخه امشب فرق میکنه. تو آزاد شدی؟ منم آزادی تو چشم میگیرم. سلامتی تو و استقامتو. نوشه جونت. نمیدونی چقدر خوشحالم که تو رو با این روحیه میبینم. آره چرا که نه؟ من ماها، هفته ها، روز ها، ساعت ها انتظار این لحظه رو میکشیدم که از پشت اون دیوار بیام بیرون و برم پیش اون. میدونی؟ فکر نمی کنم هیچ کس به اندازه من ارزش این لحظه ها رو حس کرده باشه. یعنی میخوای بگی که؟ میخوام بگم تا چند روز دیگه باش ازدواج میکنم. تا آزاد شدم یه راست اومدم پیش تو چون میدونستم به وسیله تو میتونم پیداش کنم. درسته ولی؟ ببینم تو اونجا هیچ روزنامه میخوندی؟ تو زندون؟ نه بابا به خصوص این اواخر که تمام فکر و ذکرم رویا بود و رویا ممکنه به هم بخندی. من حتی اسم اولین بچه من انتخاب کردم. چی؟ چی شده؟ هیچی میخورم به سلامتی تو. نه من تو رو خوب میشناسم همین. بی خودی اخمات تو هم نمیره. حتما یه چیزی شده. نه چیزی نیست. میگم اگه دلت بخواد میتونم برات یه کاری پیدا کنم. نه فعلا مهمتر از کار اونه. باید برم محشد. تو آدرس عموشی که داری؟ من فکر میکردم محیط زندون تو رو به اندازه کافی عوضت کرده. یعنی چی؟ اون دختره به درد تو نمیخوره. نه حالا نه هیچ وقت دیگه. واسه چی؟ فراموشش کن. تو به اندازه کافی رنج داری. چند مام گوشه اون هلفتونی زجر کشیدی. به قول خودت حتی ساعتاش هم حساب کردی. ولی به خاطر چی؟ به خاطر موجود بی ارزشی که حتی لیاقت این یه لحظاش هم نداشت. شما چرت میگی؟ نه چرت نمیگم. چیزی رو که میگم تو باید بدونی. اونطور بازی چه خودش قرار دادی؟ مثل هم سفر خیمه شب بازی. تو همونقدر خوش باور بودی که هیچی رو نفهمیدی. ولی حالا دیگه همه چی تمام شده. تو آزادی. چرا دریوری میگی؟ درسته که تو رفیق چند ساله ای من هستی ولی این دلیل نمیشه که در مورد اون اینجوری قضاوت کنی. من هر چی میگم درست میگم. درست میگم مجنون. این طوری که نمیخوای واقعیت رو بفهمی. آخه مرد حسابی تو آبرو و حیثیت و جوانی تو گذاشتی برای نجات دختر بی ارزشی که کوچکترین ارزشی برای این کارت قائل نبود. بس دیگه تو فکر میکنی کی هستی؟ مسیح؟ دست وردار پسر. من به خاطر تو صد دفعه ازش خواهش کردم، تمنا کردم که بمونه ولی اون رفت. اما نه به مشهد، رفت سراغ اون بی پدر هروئین. مرد تو باور نمی کنم. کجا میری؟ مگه نگفتی آزادم؟ میرم پیداش میکنم. اون به من احتیاج داره. دیوونه ای؟ آره دیوونه هم. به همین خاطرم برام مهم نیست که تو چی میگی و چی فکر میکنی. من میرم دنبالش. چشم بر من ببین چی میگم. تو نمیتونی اونو پیداش کنی هیچ وقت. اتفاقی براش افتاده؟ فراموشش کن. برای همیشه. همینطور که اون تو رو فراموش کرد. چطور همچین چیزی ممکن؟ چجوری بهت بگم؟ اصلا فکر کن اون مرده. تو میخوای چیکار کنی؟ چرا با من درست حرف نمیزنی؟ چیزی شده یا مسبازی در آوردی؟ جواب بده! برش کن. بذار کنار این سگ بسته به هم بگو چی شده؟ بهت میگم من فقط میخواستم که تو راحت بشی.
حالا که نمیخوای از ارزش هم داشته باش که با واقعیت روبرو بشی. بیا این آخرین نامشه، بخون. همین چی باشه میشه. من میخواستم اونو از چشم تو بندازم، میخواستم دور از حقیقت خوشبخت بشی، ولی تو همه چی رو خراب کردی. بازم میخوای بدونی؟ بگیر اینم بخون. این چشه؟ بلش کن، ماشین پایی اینجاست، آدم بدبخت. اشتباه میکنی، به خدا اینا از من و تو که کارمندیم بیشتر دارم. ممکنه، ولی هرچی در میاره میده باره. بیشتر شبا سیامست و قاتل از تو جون داشت. میگن سفت و سر خاطر خواه بوده، گویا چند ماه پیش طرفش توی تصادف. خدا بیا مجادش، به هر حال آدم بدبخت. این حرفا چیه نمرا؟ شما اینا رو خوب نمیشناسید، لیاقت بیشتر از این تو خودمون ماشین. سلامت نیست. زانوی غم بغل گرفتم، شیش ماهه دارم بهت میخونم، دست شنفتن دیشب خیلی خوردی. بیمارزمیران یه پنسیه دیگه بافشه، زیاد خورده. میهرافونه میگونم هر بابا باشم یه دقیقه بوشی تو باشم باشتیم مارده بفروش آره باش پدر عشق بسوزه که همه گرفتارشم. سلامتی مشتی. آزم که داری فکر راستی یه چیزی میخوام بهت بگم. اون جوونه که خاطر خواه بود پری شب باد عرق میخورد یادته؟ این یه با آن عرق خورد همونی که اینجا نشسته بود، همونی که برات گریه میکرد. اینیا برای من گریه کردن نشید. اینیا اسمش چیز بود؟ کوروش. کوروش همونی که آخر شب بود استفراغ کرد، واجبی خورده مرده. رفیق یه مرد هیچ وقت نباید گریه کنی، اونو به خاطر یه زن. این سوالی که همینی من نباشم چی کار میکنی؟ بکنم شید بخونم نیست ولی من همیشه با تو، من همیشه با تو دارم با تو. سلام جانم.
دکتر چی شده؟ چی شده آقای دکتر؟ موضوع چی؟ راحت شد پدر جون. خدا بیا راحت شد. یعنی تموم شد؟ بله پدر.
باشین، حالتون خوبه، سلامتون رو باز کردم، ولی نباید بلند شید. شما دیگه داره کم کم حالتون خوب میشه. آخه شما برای چی اینقدر مشروب خورده بودین؟ آی اما خطر به کلی ازتون رفت شده خوشبختانه. همه روزایی از دست رفته جوان مارا باشه میرم بلیت بدم خوشبخت بشین مارا شانس یه دفعه در خواهد بلیت بدم بلیتیه خب دیگه حد کنین اگه به چیزی احتیاج داشتین زنگ بزنین خانم بله فکر میکنین کی مرخصم کنم تا چند روز دیگه شهلا بیا کارت داره همونه که اومدی اینجا؟ نباید میامدم دیگه چی ازم میخوای ولم کن این حرفا چیه میزنی؟ تو چرا عوض شدی؟ برو از اینجا دیگه بیشتر از این باعث آبرو ریزی من نشو خونواده و فامیلمون کافی نیستن؟ اون همه عشق و علاقه یه مرتبه از بین رفت؟ همه چی رو فراموش کن بذار برای توضیح بدم خواهش میکنم هیچ احتیاجی به توضیح نیست تو الان 4 ساله که داری توضیح میدی من چی کار میتونم بکنم؟ اگه پدر مادرم اون با هم اختلاف دارن من که تقصیری ندارم اینا همش بهانه است پدر مادر خانواده هیچ ربطی به زندگی ما ندارن تو فقط 2 سال دیگه صبر کن من برم و برگردم تحصیلاتم تموم بشه بعد همه چی درست بشه ببین منوچهر اگه واقعا تو نظرت چیه من حاضرم تو منو عقد کنی 2 سال که چیزی نیست 5 سالم به خاطرت منتظر میمونم ولی با این وضع دیگه نمیتونم منم یه دخترم آرزو دارم دلم میخواد صاحب شوهر بچه خونه باشم یه زندگی خوب و سالم داشته باشم ولی تو هیچ وقت تو فکر این حرفا نبودی یا نیستی همش دروغ میگی هیچ وقت وقت نمیدونم چطوری بهت بگم من خارج تحصیل دارم میده اون دلش نمیخواد من با تو ازدواج کنم اگه بفهمه دیگه کمکم نمیکنه تمام زحماتم از بین میره ببخشید من چی میخوایی؟ معذرت میخوام بگین یه پارچ آب خوردن برام بیارم مگه نگفتم اگه کاری داشتین زنگ بزنید شما نباید از جاتون بلند بشید برین من خودم براتون میارم حالا فهمیدم که تو چته سرت اینجا گرمه اون فقط یه مریضه نکنه فکر میکنی من آدم احمقی هم من همه چیز از نگاهتون فهمیدم اولا که تو داری اشتباه میکنی دوما چیزی بین من و اون نیست سفوما اگرم باشه تو چه انتظاری از من داری منم یه دخترم منم آرزو دارم بس درست فکر کردم باشه من میرم ولی اینو فراموش نکن این تو بودی که پشت پا به همه چیز زدی ولی من همیشه دوست دارم اینو بهت قول میدم خانم بله اون
اون آقا چی بود؟ فکر نمی کنم به شما مربوط باشه. برو بیرون، برو از اتاق من بیرون. خب بعدش مثل دیوونه ها لیوانو پرت کردم طرفش. آخه چرا؟ نمیدونم، شاید به خاطر این بود که نمیخواستم از تو دختری که شبیه رویاست به طرف مرد دیگه ای بره. یعنی اینقدر شبیهه که تو اون رو با... خیلی مشتی، خیلی فکر میکردم دارم خواب میبینم، باورم نمیشد. یعنی ممکنه اینقدر کسی شبیه باشه؟ طوریش هم شد. چی؟ دختره همون که لیوانو پرت کرد. نه بهش نخوا. خب خب الحمدلله الحمدلله. راستی لباسهای نو تا آوردم گذاشتم پیش اون خانومه. وقتی این شاد و مرخص شدی دیگه اونا رو تنت کن. به خدا باور کن پول نداشتم و الا دست خالی پیشتون نمی اومدم. اختیار داری مشتی، همین که کار و زندگی تو ول میکنی و این همه راه رو به خاطر من تا اینجا میای کلی ارزش داره. آدم ها رو تو گرفتاری ها اینجور وقتا میشه شنفت. ای بابا این حرف، تو مثل پسر من هستی، تنها یار زندگی من هستی. راستی که مرخصت میکنم؟ حقیقت شو بخواهی دلم نمیخواد مرخص شد. چرا؟ نمیدونم مشتی، شاید به خاطر این که آدم بدبختی. خدا نکنه دشمنت بدبختی. چند بار خواستم ازش معذرت بخواهم، یا نمیومد یا من دیر میرسیم. بعضی وقتا آدم دیر میرسه ولی بالاخره میرسه. من باید برسم مشتی، باید برسم. راستی یادم نبود احمد آقا رو که میشنسی. تو آردواز؟ آره، همون که بعضی وقتا می اومد میز ما رو حساب میکرد. آره. میدونی که تاکسی داره، گاراژ داره، مرد خوبیه. جریان تو رو بهش گفتم، گفت اگه قول بدی لب به مشروب نزنی یه تاکسی واسه جور میکنه که روش کار کنی. خیلی ممنونم مشتی، سلام منو بهش برسون. بگو اگه خدا بخواد از بیمارستان که مرخص شدم یه راست میرم سراغش. ببخشید شهر خانم، من مرخص شدم. خیلی وقت اینجا منتظر شما. من به همه چی فکر کرده بودم جز این لحظه. اگه اون همکارتون جریان زندگی منو براتون گفته باشه راحت‌تر از اینجا میرم بیرون. چه جوری بگم؟ میدونین؟ میدونین بعضیا با عقلشون زندگی میکنن، بعضیا با احساسشون. بدبختی منم اینه که همیشه با احساسم زندگی کردم. من راجع به اون روز ازتون معذرت میخوام. فکر میکنم اونقدر گذشت داشته باشین که منو ببخشید. من دلم نمیخواد شما از من دلگیر باشی. فکرش هم نکنی. نه نه، میدونم با اون رفتارم ناراحتتون کردم، اما باور کنید دست خودم نمید. حالا اگه یک بار، فقط یک بار دیگه به هم محبت کنین و روتون رو مثل زندگی از من بر نگردونین ازتون ممنون میشه. خیلی خوب، اگه اونقدر ناراحتتون کردم که حاضر نیستین حتی به هم نگاه کنین ای بینم، اما خواهش میکنم اجازه بدین از این بعد گاهی بیام اینجا و شما رو ببینم. اگه به هم اجازه بدین شاید بتونم منم مثل همه ی آدم ها زندگی رو دوباره شروع کنم.
تصمیمتو نگرفتی؟ در مورد چی؟ ازدواج. ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. ولی تو مطمئنی که من میتونم خوشبختت کنم؟ آره تو خیلی خوبی. تو برای من همه چیز هستی. تو به گذشته من کاری نداری؟ تو به خاطر خودم میخوای با من ازدواج کنی؟ من به گذشته تو کاری ندارم. باید در مورد آیندهمون حرف بزنیم. با من ازدواج میکنی؟ تو منو به خاطر خودم دوست داشته باش. با هم ازدواج میکنی. به چی داری فکر میکنی؟ با تو هم. گفتم به چی داری فکر میکنی؟ فکر نمیکنم. داره لگد میزنی. چی؟ بچه هم. ای شیطون. راست میگی؟ آره به خدا. خوشحالی؟ آره خیلی. منم خوشحالم. دلم میخواد برات زن خوبی باشم. تو بهترین مادر دنیایی. تو چند ماه دیگه لگد زدنش رو حس میکنی؟ به خوشبختی ما که لگد نمیزنه. میزنه؟ چرا در مورد زندگیمون همیشه اینطوری فکر میکنی؟ نه دلت میخواد پسر باشی یه دختر؟ مگه فرقی میکنه؟ آره. چیه؟ تو رخت خوابم به فکر اونی؟ اسمشو چی میذاری؟ اگه پسر بود؟ اگه پسر بود تو بگو. اگه دختر بود چی؟ اگه دختر بود اسمشو میذاریم رویا. ها؟ رویا؟ بازم اسمم؟ من که خسته شدم از بس اسم اونو شنیدم. من منظوری نداشتم شهر جون. بلم کن بهمن، بلم کن. پس قضیه اینطوریه. آره نبارم نمی کردی حالا هم دیگر نمی به جونت خودت خیلی در بدری و بدبختی کشیدی. گفتم که فقط مشتی بود که شما می دیدمش. راستش دلم نمی خواست هیچکی حتی تو منو به اون وضع می دیدی. خیلی وضعم خراب بود. خلاصش همی جون سر تو درد نگیرم چند وقتم هست مشتی رو نیدم. خب حالا که میشه رو برای اینو کارت هم همی جون خدا رو شوی بد نیستم فعلا که مشغولی. خب الحمدلله خوشحال شدم. ایشالا که همیشه خوشبخت باشی. چاکرتم. خوشبختی ما تا چند روز دیگه تکمیل میشه. تو عمو میشی. اصلا باور نمی کنم. جون تو. بچه‌مون همین روزه متولد میشه. قدمش مبارک. قربونت. خب اسمش چی میخوای بذاری؟ پسر یا دختر؟ اگه پسر باشه میدونم که حمیده. اگه دخترم باشه اسمش رویاست. آقای دکتر مقامی. آقای دکتر مقامی به بخش زایمان لطفاً. خب چی شد خانم؟ مبارک آقا دختره. مطمئنی که دختره؟ بله خودم دیدم دختره. قربون شما. خدایا شکر. قربون تیزی مایی کچی دو میکی بود بود. نشته ها؟ بسی دوان میخوای بخوابی؟ اون خوشکل من روی های من دختل من خوشکل من نازی نازی بابا خدایی که بابا تو بدات بشه بخواب تو میخوای بخوابی بخواب خواب آه بابا گوشت نداره بخواب بابا جان بخواب بخواب برونت برو بخواب زودتا گونده بشه بابا بخواب بابا جان بخواب بشه بابا بخواب جنون پیشه بیشه 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 بزرگترین دختر دنیا زیر رویای من لای قربونه برم بابا جون قربونه ای من پیشید نمیدی پس تو پیشیدی ایده بزرگترین دختر دنیا زیر رویای من لای قربونه برم بابا جون قربونه چشمت برم بابا ببین چه رویای خوشگلی دارم ببین ببین دختر من ماهه رویای خوشگله.
کجاست؟ مامانم اومد. رویه جا مامان سلام کنم. چی مامان؟ چی مامان؟ چی مامان؟ برو خیلی جمعه. ها این های سیستی بود. بگیری چی جا؟ حاجی جون قربونت برم چاکرتم. ما گفتیم عدس این رابندون و ترافیک و شلوغی تهران خسته شدیم، یه ماشین بده که بریم قومی قزوینی راه نزدیک شب برگردیم پیش بچه‌مون. تو یهو داری ما رو میفرستی آبادان؟ ایدی نداره، فقط همین یه راست. ایشالله برگشتی هر کاری بخوای بسات میکنم. برو به امید خدا، دست حق به همراه. قربونت حاجی جون. یا علی قلوم بشون بریم. از اروپا اومدی چند دفعه بهم تلفن کردی، منم خیلی فکر کردم ولی نمیدونم چه کار کنم. اصلا خودت ناراحت نکن، با من باشی بهتره. تو دختر خاله منی، به من بیشتر میرسی. حالا چرا نمیایی بریم تو؟ باید برم، امروز کار دارم. فردا میام با هم میریم خونه ما. باشه. دستن الان درد نکنه. شب بهت تلفن میزنم، فردا میام پیشت. نگاه کن، خدا مرگم بده. خب دیگه، فعلا خدافظ. خدافظ. کجاست؟ اون طرف دیگه است. باید آه قربونت پیداش میکنیم. بلک زیاد دیر نیست. من هنوزم دوست دارم، تو خودت هم میدونی. شده.
عروس نکرم این چی ما رفتی؟ سلام، خسته نباشی. سلام علیکم آجا، قربونت برم، سلامت باشی. چه خبر؟ بدک نیست. چیه آجی پکری؟ چیزی نیست، دو سه روزه اصلا پاک حالم. آها، از بروچه ما چه خبر؟ بی خبر نیستم، بد نیستم. بنا جان، بی چند دقیقه رفت دفتر، بنا جان یه موضوع نیستم. بریم، بریم. مواظب باشی شکرتری هم. بفرما جیم، بفرما. برو تو، برو تو. سلام علیکم، چکرم. حاجی جون، میگم اگه اجازه بدی من الان برم عصری بیام پیشت، به جون خودت دلم یه ریزه شده بس بچه. میدونم ما همه بچه همونو دوست داریم، اما خب آدم باش به خودت واقع بین باشه. کیه؟ والا یه خانومیه، این چند روزه صد دفعه تلفن کرده. من اسمی زنم دیگه جونم. من تا حالا ندیده بودمش، این چند روزه آقا صد دفعه اومد رفت، اومد رفت. All right.
واسه چی زارمانی واسه چی کارش داشته سر این سر این برن خون کجا برن خون وای سر پالت نمی نمی کنه خانم، به هر حال از خونه برین بیرون، می ترسم یه کاری دستتون بده. باشه چشم. تمام اهل محلم فهمیدن. چون میدونه که یه ساعت دیگه چی میشه؟ تو میدونی؟ تو؟ چرا؟ چرا من؟ برای اینکه تو عرضه یک کسی بلتن همه چی رو زیر پا گذاشتی. من بهش گفتم که از اتاق بیرون نره. من بهش گفتی که تو شوهر داری؟ تو بچه داری؟ تو زندگی داری؟ تو از چی حرف میزنی؟ از چی حرف میزنم؟ از بیغیرتی خودم، از کفیوزی خودم، از کسافتکاری تو. از کسافتکاری تو، از دیوسی اون بیشرف. پس چی حرف میزنم؟ تو چی گفتی که من نکردم؟ تو چی خواستی که من نگرفتم؟ آخه چرا؟ چرا؟ که حرف بزن یا مستانه بیا بسی؟ حرف بزن! حقیقت داره ها؟ تو فکر کردی کی هستی؟ من کیم؟ من تو این جهلمی که تو اسمشو گذاشتی زندگی کی هستم؟ یه عروسک که با شوخ دهاتو خالی کنی؟ دیگه خسته شدم جنو دست از سرم بر نمیدونی برم کن از بس اسم اون گور به گوشه در آورده دیگه حالم داره به هم میخوره اسم اون رو بچت میذاری تو خواب و بیداری به فکر اونی و فقط اون برات مهمه حتی به من که زنتم تو رخت خوابم میگی رویا حالا چه انتظاری داری دیگه نمیدونم من اشتباه کردم نباید زن تو میشدم حالا میخوام رایده برم که باید روز اول میرفتم میرم جایی که برای خودم جا داشته باشم من به خاطر خودم همینی که چرا شرف منو لکه دار کردی؟ چرا ما این کارت آبرو و حیثیت منو بردی؟ وقتی تو زندگی منو سوزندی از بین بردی کار درست کردی فقط کار تو درسته تو باید بیشتر از هر چیز و هر کس به فکر آینده بچه باشی بچه؟ آره اون به وجود تو احتیاج داره اما اون آخه ولی اون آخه اون زنده نیست اون مرده مرده؟ آره زنده مرده رایا رایا چی داری میگی کسافت راستشو بگو چی شده من تقصیری نداشتم کسافت هر اون زاده این همه چیز میکشمت میکشمت جانو قفل زنده موندن نداری دامتون منو کشتی شرفی من از دست چه شد؟
میکشمش. Ha ha ha!